ما در جهانی هستیم که یه چیزی وجود داره به اسم واقعیت، ریالیتی، که این نبوده نه نبوده بلکه یه نموده. یعنی چی؟ یعنی شما منو اینجوری میبینید، یه سگ یه گربه منو یه جور دیگه میبینه، شما صدای من اینجوری میشنوید، یه سگ یه گربه صدای من یه جور دیگه، مثلا ممکن صدای من اینجوری باشه. پس ما به دلیل اینکه انسانیم یه وجه مشترکی داریم در جهت گزارشی که از جهان به درون میدیم. یعنی چشم من جهان رو اینجوری میبینه. به همین جهت که من یه عینک بزنم، یه عینک مشکی بزنم، اگر چیزی قرمزه من اون رو سیاه، اگر عینک آبی بزنم یه چیز قرمزه من سیاه میبینم. من اگر میکروسکوپ بذارم جلوی چشمم جهان رو یه جور دیگه میبینم، من یه تلسکوپ بذارم یه جور دیگه است. پس چیزی که اهمیت داره اینه که من و شما جهان رو اینگونه میبینیم. من از اتاق فرمان خواهش کردم که کولر روشن کنن و نه خاموش کنن. من با پنکه مسئله دارم ولی کولر روشن نشد عزیز. خب اگه روشن شد من پس فقط پنکه چون صداش هست. مرسی، ممنونم. حالا خب ممنونتونم. ببینید عزیز، پس من و شما جهان رو به دلیلی که انسانیم نزدیک هم میبینیم. یعنی بنده الان برمیگردم میگم چی آوردم بالا، شما میفرمایید یک لیوان مثلا کاغذی یا هرچی. به شما میگم الان لیوان هست، میگید نه دیگه تو صحنه تلویزیون نیست. پس من و شما به عنوان انسان جهانی رو که هست یه جور تقریبا گزارش بده، ولی حیوانات دیگه، موجودات دیگه جهان رو یه جور دیگه میبینن. شما با یه میکروسکوپ الکترونیکی نگاه کنید فقط مثلا حرکت الکترون رو میبینید. پس ما یه جهانی وجود داره که همونطور گفتم نبوده نه نبوده، یه نمودی داره نشون میده. یه جمله فوق العاده قشنگی مال یکی از برندگان نوبل هست که میگه مقیاس مشاهده است که نمود رو میسازه. یعنی این ملاکای ماست که جهان رو میسازه. حالا من و شما وقتی که آمدیم و گفتیم که اینجا چند تا لیوان است، شما میفرمایید دوتا، احتمالاً بیشتر بینندگان هم میفرمان دوتا، پس ما یه وجه مشترکی داریم. حالا ما کوشش میکنیم این وجه اشتراکی که در برداشت از موضوعها داریم رو ببریم به درون و کوشش میکنیم اینو خالص 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 ببینیم. بنابراین یه چیزی به اسم واقعیت یا ریالیتی وجود داره که ما وقتی به ذهن میبریم، به درون میبریم، میشه ابجکتیویتی، عینیت. یعنی من به شما میگم که این عینه، یعنی دو تا لیوان بود، اول یه لیوان بود بعدن دو تا لیوان بود، تقریبا بقیه هم درش توافق میکنیم. اما شما میتونید اینو ببریدش توی ذهنیتی و یه چیز دیگه از توش درست کنید، یعنی سابجکتیویتی. حالا هیچ انسانی هیچ انسان دیگر رو نمیبینه. همه انسان ها اگر بخوایم یه مثالی بزنیم، آدم های دیگر رو تو تلویزیون خودشون میبینن. یعنی بنده یه تلویزیون گشتم جلو خودم و شما رو الان دارم توی اون میبینم. معناش چیه؟ معناش این است که من یه دوربینی دارم که میره از شما عکسی میگیره، ولی از اول من این دوربین رو دستکاری کردم. این دوربین قد شما رو دو برابر میکنه، بدن شما رو نصف میکنه، چشمای شما رو چهار برابر میکنه، ابروهای شما رو یه سوم میکنه. یعنی همه ما به دلیل آسیبایی که خوردیم نمیتونیم گزارش دقیقی بدیم، بنابراین دوربینای خرابی داریم. نتیجتا ما با دوربینای خراب میریم میندازیم روی یه آدم و گزارش میدیم تو تلویزیون. تازه وقتی اومد تو دستگاه ما دلمون نمیخواد اینجوری پخش بشه، چون من از شما بدم میاد شما رو زشت‌تر میکنم، چون من از شما خوشم میاد صورت شما رو درست میکنم، بعد میارم میندازمش تو تلویزیون خودم و بنابراین شما رو تو تلویزیون خودم میبینم. پس اون حرفی که شما میزنید عزیز، هیچ کس رو نمیبینه، همه دارن با تغییری که میدن در همه چیز دنیا رو به گونه‌ای که دلشون میخواد میبینن. حالا اینجا ما انسان‌ها کوشش میکنیم که تا اونجایی که ممکنه دوربینا رو دقیق تر کنیم که گزارش واقعیت رو بده. بعدن کمک میکنیم به خودمون، خیلی خیلی کمک میکنیم که تا اونجایی که ممکنه دستکاری تو همون تصویری که با اون بازی و سیاه بازی گرفتیم نندازیم. یعنی من تقریبا شما رو به گونه‌ای ببینم که هستید، و اگر 10 تا آدم بی طرف دیگری با دوربینای خوب مثل من نشسته باشن، ما همون شبیه هم شما رو ببینیم. تمام کوشش ابجکتیویتی، عینیت، تمام گفتگو درباره عینیت و واقعیت این هست که ما بتونیم دقیق‌تر و دقیق‌تر بشیم. حالا
روزی که من و شما به فرزندمون نگاه میکنیم و به پدر مادرمون نگاه میکنیم، اولا دوربینای ما کاملا تصویر رو عوض میکنه. برای که من وقتی که یه زنی از دور میرسه یه تصویر ازش کنم، به مجرد که متوجه شم مادرمه، یه دفعه اصلا یه مقدار گل و سنبول بهش اضافه میکنم. و بعد از اون تازه وقتی آوردم میبینم هنوز اونقدر خوشگل و خوب نیست که من میخوام، یه عالمه هم چیزای دیگه بهش میذارم. بنابراین مادر من تبدیل میشه به یه چیزی برای من که برای هیچ کس دیگه نیست، حتی برای پدرم. پس من و شما تو دنیا همه چیزو دگرگون میکنیم. معناش این نیست که پس هیچ چیزی اعتبار نداره. معناش این است که باید بدونیم همه چیز با یه دستکاری ما تبدیل به یه چیز دیگه میشه، اجتناب ناپذیره. آدم علمی، آدم ابجکتیو کسی است که آمده اینقدر دانش رو به کار گرفته، اینقدر کمک گرفته که دوربینای نسبتاً درست کرده که واقعیت رو گزارش میکنه. در این حال آمده تو دستگاه خودش آموزش داده خودش رو، کنترل کرده خودش رو که دستکاری تو تصویرها نکنه. بنابراین گزارشی که از دیگران میگیره تا مقدار زیادی واقعیت بشه. شما میدونید تصویرهای تلویزیون معمولاً ماها رو 10-20% چاقتر و بزرگتر میکنه. من هزاران نفر با من برخورد کردن، گفتن خیلی شبیه تلویزیونت نیستی. راستم میگن، تلویزیون خیلی بهتره، ولی آدمو عوض میکنه. پس مطلبی که دلم میخواد بهتون بگم این مسئله رو با دورست. حالا روزی که شما اینو بدونید که همه آدما دارن همه آدمای دیگر رو و چیزهای دیگر رو تو تلویزیون خودشون میبینن، به همین جد است که من الان با بانوی ارجمند قبلی که صحبت میکردم، مادر شوهر ایشون رو به دلایل یه چیز دیگه میبین، بعد کوشش میکنه این چیزی که دیده بزنه توی دوربینا و تلویزیونای دیگران که فامیل هستن، که اونا هم ایشون رو یه جور دیگه ببینن. اون آدم هم که آدم های واقع بینی نیستن و آدم های عاقلی نیستن، ای بسا میپذیرن. ولی شما روزی که آمدید برای من درباره بدی یه آدمی صحبت کردید، من بیش از این که بدی او رو متوجه بشم، خوبی یا بدی شما رو متوجه بشم. و همینجاست که وقتی دوستان روی خطش میارن و حرف میزنن، حتی وقتی راجع به کسی دیگه است، بیش از اون که من اون آدم رو حتی بشناسم، این آدم رو میشناسم که چگونه به موضوع و مسائل نگاه میکنه. تمام ماجرای آموزش، آگاهی، ترینینگ، مهارت اینه که آدم تا اونجایی که ممکنه بتونه واقعیت مشترکی رو که به صورت عینیت مشترک در میاد به گونه‌ای ببینه که گزارشش شبیه باشه. و الا براتون مثال میذارم. یه جمله رو مال توماس جفرسون، رئیس جمهور کپیتالیست امریکاست، که همون گونه که طوفان سبب بهتر شدن هواست، انقلاب هم سبب بهتر شدن اوضاست. این رو اومدن به دانشجویان دانشگاه آکسفورد دادن، گفتن این مال جفرسونه. بچه‌هایی که راستی و سرمایه‌دار بودن گفتن به به، جمله خوبی، مارکسیست‌ها حمله کردن، جمله مزخرفی است. بعد به دانشگاه کمبریج دادن، گفتن این جمله مال مارکس است. این دفعه کمونیست‌ها گفتن به بچه جمله درستی، کپیتالیست‌ها گفتن جمله مزخرف. به همین جاست که شما وقتی که یه جمله بخونید بگید مال کتاب آسمانی و مقدس شما، سعی میگن به بچه بیاناتی فرمودن، با یه آب و تابی هم تعریف می‌کنید. وقتی بگن مال یه کتاب دیگه توش می‌گردیم اینه ایو ایرادش چی؟ چرا؟ برای که ما دوربینامون که حالا فعلا فقط مثال دیدن رو زدم، کاملا تغییر پیدا